الرحیم. خب به قسمت ششم از داستان ام المؤمنین حفصه رسیدیم، دختر عمر رضی الله عنهما، همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خواهر عبدالله ابن عمر و چی بگم دیگه، جز سابقات و اولین شخصیت هایی که اسلام رو پذیرفته و اون مقام و منزلتی که در مورد ایشون نقد کردیم و مراحلی که بالاخره ایشون به همسری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اومد و اشاره کردیم به اون داستانی رو که در اونجا در آیات سوره تحریم اتفاق افتاد و اون واقعیت انسانی که خیلی صادقانه ام المؤمنین عایشه ابن عباس عمر رضی الله عنهم از اون واقعه نقل میکنن و از همه مهمتر خود آیات الهی نشون میده که چگونه هست و اینا همه مراحل تربیتی و آموزشی این نسلی است که برای هدایت بشریت برگزیده شدن، یک حقیقتی که واقعا غیر قابل انکار است. خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت در حالی که از یاران خودش و همسران خودش راضی بود و بعد از رحلت پیامبر ما اشاره کردیم که بالاخره ام المؤمنین حفصه در زمان ابوبکر صدیق بود، در زمان عمر هم بود. خب عمر حالا امیرالمؤمنین، یک فرمانروای قدرتمندی که بر سراسر جهان تقریبا بیشتر روی زمین داشت فرمانروایی میکرد، اما ایشون اون حالت طبیعی خودش رو داشت. خلاصه همسر پیامبر بود، مورد اکرام بود، مورد توجه بود، جزء بانوان اهل علم و دانش بود. از اون برم خب عمر رضی الله عنه درسته که یک فرمان روای بزرگ قدرتمندی بر سطح جهان هست، از شرق تا غرب عالم و از شمال تا جنوب تحت فرمان روایی و سیطره عمر هست، اسم عمر در هر جا بلند میشه، متکبران و جباران و ستمگران و ظالمان و مشتکان و خرافه پروران به ترس میفتند و به لرزش میفتند. اما در واقع عمر انسانی زاهده، انسانیه که این دنیا چشم و گوش اون رو پر نکرده، فریب نداده. همونجوری که اشاره کردیم وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو آنگونه دید که آثار حسیر بر بدنشون نمایانه و حالت سادگی رسول الله رو، یا رسول الله پادشاهان ایران و پادشاهان روم آنچنانی زندگی میکنن در اون وضعیت و شما اینگونه هستید، رسول خدا آموزش داد شاگرد خودش عمر رو، گویا دوست نداری که اونها در دنیا اینها رو داشته باشن و ما در آخرت. و در روایت دیگه هم اشاره شده که اینها طیبات بهشون در دنیا داده شده در اینجا، ولی در آخرت خبری برای این افرادی که خودشون اینگونه در رفاه و ثروت قرار میدن نیست. خدا به حال ماها رحم بکنه. حالا نقل شده که عمر رضی الله عنه در همون دوران خلافت خودش رفت به دیدن دخترش ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها. ام المؤمنین حفصه خب اومد پدرش رو اکرام بکنه، برای پدرش یه خورشتی آورد، خورش البته سرد بود، حالا نمیدونم این خورش مرقن باردن آیا در نزد عرب یه خورش خوشمزه یه چگونه، من که دقیقا نمیدونم چون مشابهاش ندیدیم، و با خبز و یک نون. معمولا رسم عمر رضی الله عنه برای این بود که یک نوع غذا بخوره، دو نوع غذا نمیخورد. بعد میگه ام المؤمنین حفصه سبت فی المرق زیتن، یک روغنی رو روی این خورش ریخت. حالا روغن داغ کرده بود روی خورش ریخت یا روغن بازی بود، روغن خب معمولا اون موقع روغن گوسفند بود یا شتر یا چیزی بود، اینو ریخت روی این خورش. بعد این دفعه عمر گفت ادمان فی اناء واحد، دو تا غذای سیر کننده مثلا قدرتمند تو یه ظرف، تو همون ظرف خورش دیگه بوده. گفت لا اذوقه حتی القى الله، من چنین غذایی رو هرگز نمیخورم تا اینکه با خداوند ملاقات بکنم. حفصه، خب ممکنه برای خیلی از ماها این سوال پیش بیاد که آیا حفصه زاهد نبود؟ نمیفهمید پدرش چگونه است؟ چرا ایشون خوب تشخیص میداد؟ ایشون هم همین گونه بود، ایشون هم همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، ام المؤمنین هست، جزو نسل اولیه اسلام هست، اما بر این اساس که بتونه اکرام بکنه، گرامی بداره پدرش و خوشنودی پدر رو به دست بیاره، این کار رو کرد. و در واقع ایشون میدونست عمر اینجوری، حتی یه روز رو به پدرش عمر رضی الله عنه کرد، گفت یا امیرالمومنین، خب دیگه امیرالمومنین هست عمر، گفت لو لبست صوبا علینا من صوبک هذا، آیا بهتر نیستی لباس نرمتری بپوشی؟ این لباسی که میپوشی خیلی قشخشنه، سخته، یعنی لباس مثلا فقیرانه زاهدانه نپوش، پارچه‌ای که استفاده میکنی، حالا اون لباسی که در هر چه داشتی، و اکلت طعاما علینا من طعامه، یه غذایی بخوری گواراتر از این غذایی که تو خونه داری میخوری. فان الله سبحانه قد وسع عليك من الرزق واكثر من الخير، خداوند خیلی به تو رزق و روزی داده، بالاخره تو فرمان روای بزرگ جهانی هستی که سراسر ثروت و قدرت هست، چرا این کارو میکنی؟ میگه عمر رضی الله عنه
گفت سأخاصمك که الی نفسک، من با تو مخاصمه میکنم، چی فکر کردی؟ اما تذکرین ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یلقی من شدت الایش عیش، فراموش کردی رسول خدا صلی الله علیه و سلم چگونه سختی زندگی رو گذرون؟ مازال یذکرها حتی ابکاه، اینقدر اینو یادآوری کرد حالات زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو تا اینکه دخترش ام المؤمنین حفصه رو به گریه آورد. ثم قال، سپس گفت انی والله لئن استطعت لاشارکنهما فی عیشهما الشدید، قسم به خدا من تا جایی که توان داشتم کاری میکنم مثل اون دو نفر، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر، آنچنان زندگی بکنم در اون سختی خودم رو مثل اونها قرار بدم. چون ما که نیومدیم برای دنیا، ما این مسیر دنیا رو داریم عبور میدیم، ما باید برای دیگران آسایش بیاریم نه برای خودمون آسایش بیاریم. ما باید بهترین ها رو به مردم بدیم ولی خودمون این گونه نباشیم. و من آنچنان ادامه میدم تا بتونم به اون دو دوست خودم ملحق بشم، به اون زندگی آرام در اون دنیا. و این سخنیه که عمر رضی الله عنه به دخترش ام المؤمنین حفصه داره میگه. حالا این تصویری بود، یک سیمایی بود در گفتگوی بین پدر و دختر. اما ببینیم ام المؤمنین حفصه، گفتیم که دارای علم هست، فقاهت هست، تقوا هست، جز زنان نادری هست که ایشون بالاخره دارای قدرت سواد و نوشتن و دانش و اینها داشته. نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم جایگاه خیلی بالایی داشت ایشون و همچنان ایشون در نزد خلفای راشدین هم به همین صورت، حتی در زمان خلافت عمر. و بسیاری از موارد فقهی رو ما میبینیم که آرای ام المؤمنین حفصه هست که جز ستونهای این فتاوایی هست یا احادیثی است که به ما میرسه. و جالب هست مثلا بحث اینی که ام المؤمنین حفصه ازش عمر رضی الله عنه سوال میکنه که یک زن چقدر میتونه مثلا دوری شوهرش رو تحمل بکنه. ایشون میگه 6 ماه یا 4 ماه مثلا. و بعد از این عمر مثلا دستور میده که هر کسی رو که برای جبهه و جهاد میفرسته در مناطق از خانوادش دوره، بعد از 4 ماه برگرده به مرخصی، کسی دیگه بره جایگزین این بشه. و ام المؤمنین حفصه در واقع مرجع بسیاری از صحابه پیامبر در مسیر روایات حدیث و امثال اینها هست. و ما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جدا از توجهی که خود به همسرانش در بحث آموزش داشت، میبینیم که حضرت ابوبکر صدیق هم ام المؤمنین حفصه رو به عنوان بین زنان پیامبر به عنوان کسی انتخاب میکنه که قرآنی که جمع‌آوری کردن از آیات الهی مصحف که بعد از پیامبر جمع‌آوری شد، این رو در نزد حفصه قرار بدن. و این همچنان در نزد حفصه بود، حتی در زمان عمر بود، تا زمان عثمان رضی الله عنه که دیگه بالاخره گفتن که اینو بیارید، که دیدن اختلاف قرائات در مناطقی که اسلام رشد پیدا کرده بود رخ داده، که گفتن برید بیارید که ما از روش رونوشت برداریم بعد بهتون برمیگردونیم. بر همین اساس ام المؤمنین حفصه رو گفته و اسمش گذاشته بودن حارسة القرآن، کسی که پاسدار و نگهبان قرآن هست. و این یک امانتی بود که خداوند لایق دونسته بود ام المؤمنین حفصه رو که تا قیام قیامت هر مسلمانی که قرآن میخونه ارزش این خدماتی رو که به خاطر ام المؤمنین حفصه در مورد حفظ قرآن داشت بتونه انجام بده. چرا که بعد از اون جنگ هایی که مرتدین داشتن و اون شورش هایی که در جزیره العرب رخ داد، اینجا بود که دیگه عمر پیشنهاد داد، وقتی دیده که بابا داره قرآن ممکنه قاریان قرآن 70 تا شهید شدن، چه باید بکنیم که اگه قرار بشه اینا همه شهید بشن، خدا نکرده قرآن از بین ما بره یا دوچار تحریف بشه مثل امتهای سابقه. و خب خدا وعده داده بود به این، اما بالاخره اون حسی بود که بعد اینا عمل را انجام میدادن. و این گونه بود که زید بن ثابت انصاری رو ابوبکر انتخاب کرد و تعدادی از اصحاب. خب این جوان بود، خودش کاتب وحی بود و تونستن قرآن رو بالاخره جمع آوری کنن رو پوست و استخوان اینها، و این رو به صورت یک صحیفه کامل در اومد که این صحیفه رو نزد ام المؤمنین حفصه گذاشته بودن و ایشون این رو حفظ میکرد. گفتیم تا زمان عثمان رضی الله عنه که اونجا در قرائات بین اهل عراق و بین شام اختلاف پیش اومد در نحوه قرائات قرآن. بعد اینجا سیدنا حذیفه ابن یمان وقتی این اختلاف رو دید، اومد پیش عثمان خبر آورد که ممکنه این اختلاف فردا بین مسلمانان جدایی ایجاد کنه در فهم قرآن، در مفاهیم قرآن. این بود که اینها رو پیش حضرت ام المؤمنین حفصه فرستادن، گفتن اگه میشه این قرآن رو که جمع شده پیش شما هست ما بدید. و از رو اون بالاخره اونها بر اساس همون قرائتی که بود چیکار کردن؟ اون رو نوشتند و در بین مسلمانان پخش کردند در مناطق مسلمانان، تا این اختلاف
برطرف بشه، چرا که خود خدا هم وعده داده بود لا یأتیه الباطل من بین یده و من خلفه، باطل هرگز در قرآن راه پیدا نخواهد کرد، چرا که تنزیل من حکیم الحمید، این از جانب خداوندی نازل شده که این حکیم هست و ستوده هست. در هر صورت مصحف ام المؤمنین حفصه بر اساس همون چه که نقل شده بود که بالاخره بعد از ایشون به عبدالله ابن عمر رسید و بعدش بالاخره اون رو در قبیله خودشون گذاشتند و دیگه حالا اون بحثی که نقل شده در روایاتی که از ایشون نقل شده که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن، مثل روایت اذان اذا سکت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح صلى الركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة، که بحث همون برپایی نماز هست. و حالا مواردی که گفتیم در مورد قیام ایشون هست، ابن حجر نقل کرده که ایشون تقریبا صوام بود، بیشتر روزه میگیره و تا روزی که ایشون از دنیا رفت روی یعنی سعی کرد روزه خودش رو قطع نکنه. البته میگم این روزه بر اساس اونجا که نقل شده یه روز روزه میگرفتن یه روز نمیگرفتن. در مواردی که در مورد همین جمع‌آوری قرآن هست دیگران نقل کردن، لقبی که به ایشون میدن صوام القوامه، این القابی که در مورد ام المؤمنین حفصه هست و موارد متعددی که در این مورد اومده. در هر صورت مسئله دیگری که در مورد ایشون وجود داره اینی که ایشون هم ادیب بود هم فصیح بود، بالاخره در مکه پرورش پیدا کرده بود، تحصیل کرده بود، یک فصاحت کلام داشت، فصاحت سخن داشت و مواردی از ایشون نقل شده که هر کدوم در جای خودش ارزشمنده. حتی میگه وقتی با پدرش صحبت میکرد با فصاحت و کلامات خیلی خوبی این مسائل رو نقل میکرد. مثلا حضرت عمر زمانی که ضربه خورده بود رو کرد یا ابتا ما یحزنک وفادتک، تو رو نگران نکنه که این چی که داره برات اتفاق افتاده، علا رب رحیم لتبعه لأحد اندک، برای این کسی که الان چیزه چون داره تو میری به سمت دیگه، معی لک بشارتون لا ازی و سر مرتین، من برای تو یه بشارتی دارم اما دیگه رازی رو دوباره تکرار نمی کنم. گویا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخنی رو در مورد عمر به ام المؤمنین حفصه گفته بود، نعم الشفیع لک العدل، بهترین شفاعت کننده تو عدالتی که تو داشتی، لم تخف علی الله عز وجل خشنت ایشته، نترس از خداوند به خاطر اینکه تو در اینجا سخت زندگی کردی اونجا برات سخت نخواهد بود، عفاف و نحمتک، تو نسبت به اون تمایل خودت نسبت به مال دنیا خیلی عفیف و پاکدامن بودی، و اخذ که به اکزام المشرکین و المفسدین، تو خیلی سخت بودی با مشرکان و انسانهای فاسد. و در هر صورت این نوع ادبیاتی قسمتی بود که ما اشاره کردیم و تا اینکه بالاخره ام المؤمنین حفصه در سال 45 هجری از زمانی که خلاصاس کردیشون داره از دنیا میره، در ماه شعبان بود که دیگه بالاخره احساس این رو کرده بود که داره از دنیا میره و خبر داد و بالاخره این حس بود که نزدیک هست و زیاد نگذشت از اون حالت که ایشون هم از دنیا رفت. و خب خبر ایشون که نگهبان قرآن حارس قرآن از دنیا رفته، همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خب تعداد کثیری از مسلمانان که خبر شده بودن از این صحنه خودشون رو به نماز جنازه ایشون رسوندند و در اون شرایطی بود، چرا که ایشون شخصیت خیلی ویژه‌ای بود، نکته ای که قابل تأمل هست. اما از عمر قبل از مرگ خودش وصیتی کرده بود در مورد حفصه و خب یک چیزی رو داده بود و حفصه اون وصیت رو باز اون ارثی که داشت برگردون به اون کسانی که بهش داده بودند. و در هر صورت داستان طولانیه، من میخوام همه اینا رو بگم، ممکنه شما کمی خسته بشید چون وقت ما هم به پایان رسیده، اما امیدواریم که بتونیم از این خیر و برکات و رحمت ها بهره مند بشیم و خداوند محبت همه این برگزیدگان رو در قلب های ما قرار بده و ما هم توان بده که اندکی بتونیم در زندگی و در رفتار و حالات خودمون تغییر ایجاد کنیم. خب تا فرصت دیگه و داستان دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.